بهش میگن کنتیلیون افکت. خب وقتی که پول داره از یک منبع تولید میشه بدون هیچ کار و زحمتی، یعنی اینکه کل اقتصاد داره با یه نوع پولی کار میکنه که یه عده کوچیک میتونن از خودشون تولید کنن و به هم قرض بدن، و تا پول بخواد برسه به اون پایین 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 این سیستم، سرمایه گذاری شده تو خونه ها، توی طلا، توی سهاما، تو هر چیزی که آدم ها نیاز دارن که بتونن باهاش پولدار بشن، و هی گرونتر میشه. من یه چیز دیگه هم بگم مومو، من هیچ وقت از بچگی توی ایران یادمه هیچ وقت این سوالو نمیتونستم بر خودم جواب بدم که چرا بین یا فقر بین آدم ها چجوری میتونه به وجود بیاد، چجوری میتونه یه عده آدم خیلی پولدار باشه و یه عده آدم خیلی خیلی بی پول باشه، و این فاصله این دوتا چجوری میتونه انقدر بزرگ باشه، یعنی چجوری این اتفاق میفته، چرا این اتفاق میفته. تا موقعی که بیت کوین اومد تو زندگیمو اینو فهمیدم که با سیستم بانک مرکزیه که این اتفاق میفته، به خاطر اینکه یه عده اون بالا هستن و هر چقدر شما نزدیکتر باشی به این منبع پول چاپ کردن، سریتر به اون پول دسترسی داری دیگه، و هر چقدر هم سریتر به اون پول دسترسی داشته باشی، آدمای پولدار که نمیان اون پولو خرج کنن، اینو اکثر آدما نمیفهمن. اکثر آدما فکر میکنن که ما که اصلا اینفلیشن نداریم، ما که اصلا تورم نداریم توی اقتصاد واقعی، تورمی وجود نداره، سهامی که دارن میرن بالا تورم وجود نداره، به خاطر اینکه مردم فکر میکنن تورم فقط روی محصولات معمولی اقتصاده که هر روز آدم مصرف میکنه، با اینکه تورم واقعی اگه شما میخواید توی خونه مامان تا آخر عمرت بشینی چیپس بخوری و تلویزیون نگاه کنی، درسته هیچ تورمی برای شما به اون شدت وجود نداره اگه میخوای تا آخر عمرت بی پول بمونی، ولی اگه میخوای یه آدم پولداری بشی، میخوای از 40 یا 50 سالگی دیگه کار نکنی، تورم برای شما خیلی بیشتره. چرا؟ چون چیزایی که یه آدم موفق تو زندگیش نیاز داره یه خونه است، درسته؟ سرمایه است، سرمایه‌ای که پول برات درست میکنه، درسته؟ سهامه، اینجور چیزایی تولید کننده است توی اقتصاد، درسته؟ و آدمایی که پول ندارن راجع به این موضوع فکر نمیکنن، فقط راجع به خرج و خوراک روزمره شون هستن و نمیفهمن که آدمایی که نزدیک هستن به این بالای بانک، سیستم بانکی، این پولا که میاد دستشون مصرف نمیکنن این پولا رو، این پولا رو میان سرمایه گذاری میکنن تو چیزایی که این بانک مرکزی نمیتونه چاپ کنه. به همه چیه گرونتر میشه، سرمایه های گرونتر میشن، و به خاطر اینکه اون آخه بذار یه جور دیگه هم بگم اینو، آدمی که پول داره خونه‌شو داره، طلاشو داره، بیت کوینشو داره، 3-4 تا ماشین توی گاراژ داره، همه اینا رو داره، دیگه نیازی برای خرج نداره، ولی وقتی هنوز دسترسی به اینقدر پول داره میاد چیکار میکنه؟ میاد خرج میکنه، به اندازه کافی داره میاد سرمایه گذاری میکنه، درسته؟ برای همین پولدار هی پولدارتر میشه، دلیلش اینه، بخواد اینکه نزدیکتره به این پرینتر، به این بانک مرکزی.